بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما سر لف انترکل اسس دیوایسز. در لف انترکل اسس دیوایس ما شما گفتیم که یک مریضایی که یک سیویر هارت فیلر داره، سیستولیک فانکشن بوتینشان بسیار خراب است، برای اینا یک اسس دیوایس تطبیق میکنیم که اسس دیوایس یک انفلو کانولا داشته، دیجا یک کانولا میره به یک موتور وصل است، این موتور خونه پمپ میکنه به طرف اسندنگ آورتا، در اینجا پمپش میکنه. ولی اگر این پمپی که در اینجا قرار داره در این موتور سرعت ازی زیاد باشه چی گپ میشه، و اگر سرعتش کم باشه چی گپ میشه. اگر سرعت موتور شما زیاد بکنین، خون که در لف انتریکل از کلش کش میکنه، جوف خالی میشه، درست؟ خونی که دوزه این است او را کش میکنه، این طرف اجواف تمامش خالی میشه. وقتی که این اجواف خالی شد، تصویر قلب بینی تو میشه. بوتین چپ بالکل فکر بکن که اینی سپتوم دیجا چسبیده، از که زیاد تخلیه شده، زیاد تخلیه شده اوزین چپ و مینه، این حجم زیاد را که میگیره پمپ میکنه این می طرف راست، راست می در وین کابس انفیرور و وین کابس سپیرور، در رایت اتیوم رایت وینتریکل، رایت وینتریکل بسیار دایلیت میشه، حجم زیاد شد، حجم زیاد شد، زیاد دایلیت شد. اینجا جوف لف وینتریکل خالی شده، انتر وینتریکول سپتوم پش شده به طرف چپ، پش شده انتر اتریال سپتوم پش شده به طرف لفت، اینجا جوف خالی است، اونجا پمپ چالان است، دوامدار اینجا امی کمی که میه کش کده میره، بوده اینه دستر خواست لنه میمونه. پس در این صورت وظایف بوده این راست خراب میشه. وظایف بوده این راست بخاطر چی خراب میشه؟ بخاطر ازی که یکی فلو سرش زیاد شد، جوف دویلیت شد، وقتی که جوف دویلیت شوه انولوس ترایکسپ کش میشه، اینجا یک فانکشنال رگورجیتیشن، یک سیویر رگورجیتیشن در اینجا بوجود میشه. بوتین راست حالی که پم میکنه خون به طرف پلمونری آرتری نمیره، کلش می به طرف اوزین راست. یک دومی که بوتین راست وقتی که پمپ میکنه دسر از اینی انترونتریکولر سپتوم بوتین راست اگه اتکا داره، مثل که ما شما پای خودی تو یک بند کنیم یک چیز ریتر کش بکنیم، درست؟ مثل یک چپراس یا یک چپراس های درازه که برای دروازه جور شدنی، این در یک جای بند است، این خود وازو بند میکنه می قسمت دیگه چپراس که است، اینی جای چپراس ازی میگه خراب میشه، به جای میشه، این در اینجا مستقیمیتی که داشت آله نداره، او طرف کش شده، به این خاطر میگه وظایف سیستولی که بوده این راز دفتا خراب میشه در پیش ازی مریضا. اگر شما پمپ بسیار سریع بسازه، یک دومی که وقتی که یک خوب وظایف سیستولی که بوتین راست خراب شد، چمبر دایلی شد، ایج سی وی ار رگورجیتیشن دسامی تریکسپید پیدا شد، دومی که وقتی که بوتین چپ دایلیت میشن هر قدر که امو استارلینگ لا میگن، یعنی قانون استارلینگ، یک چیزی که هر قدری تو کش بکنی اما قدر بازور پس میخوره، مثلا یک رابر زیاد کش بکن کیلوش بتی بازور میخوره، اگه کم کشش کردی بایستگی میخوره، درست؟ این استرخای بوتین که از سر وظایف سیستولی که بوتین چپ تاثیر گذار است، اگه بوتین پر شوه خوب یک ذره کش شوه با سیستولش یک ذره خوب است، اگه بوتین پر نشه واز نکنه خدا وظایف سیستولش هم خراب میشه، وظایف سیستولی که بوتین چپ خراب میشه، وظایف سیستولی که بوتین چپ که خراب شد
بوتین کانترکشنی خوب کردن نمیتونه. اینجا یکی کانترکشن خراب شد، یکی توسط از این پمپ سکشن شده، اینجا جوف خالی است. وقتی که جوف خالی باشه فشار سیستولیک در بوتین چپ پیدا نمیشه. فشار سیستولیک که در بوتین چپ پیدا نشد، اینجا فشار بالا نره، ابهر واز نمیشه. ابهر که واز نشد، این ابهر به صورت دوامدار بند میمونه. ابهر که به صورت دوامدار بند مون، این دسام ابهر ما شما در شارت اکسس ببینیم میرقم است. ای که به صورت دوامدار بسته بانه، آهسته آهسته این کمیسور ها یکی به دیگه چسبندگی پیدا میکنه، بیخی بسته میشه، درست؟ یک تزایق با وجود میه، این دست هم بلکل بسته میشه. دیگه ای که حالا کنولا را که ما شما زده ایم، اینی مثلا اسندنگ اورتا است، درست؟ کنولا را دیجا زده ایم در اسندنگ اورتا، پشت سر کنولا خون که از کنولا میه ایتر میره، اینی جا ستاز سرخ میده. اینجا چون فعلا دسام ابهر بسته است، واز نمیشه، اینجا ستاز سرخ میده. ستاز که رخ داد، بالاخره اینجا کلارت تشکل میکنه. کلارت که تشکل کرد، وینه که ببخشید لفت کورونری آرتری، رایت کورونری آرتری از میساین از والسلوا منشا گرفته، از اینجا منشا گرفته، پس اینجا فلو بند میشه، درست؟ ای به خاطر ازی بود که بوتین ما مکمل تخلیه کردیم وظایف سیستولی که بوتین خراب شد، اینجا فشار زیاد سقوط کرد، فشار سیستولی که اینجا بالا نمیره، دسام ابهر بسته موند، دسام ابهر بسته موند، اینجا کلارت تشکل میکنه. پس پمپ بسیار سریع که ما شما بخواهیم که این پمپ سرعتش زیاد بسازیم، این تاثیرات ناگوار داره، نظر به اینکه تاثیرات خوب داشته باشه. اگر پمپ ضعیف بسازیم، سلو بسازیم، سرعت پمپ کردن از این آهسته باشه. سرعت پمپ کردن از این که آهسته شوه، البته از نرمال کرده آهسته تر، بسیار کم باشه سرعتش. سرعت که کم بود، این بوتین تخلیه نمیشه. بوتین که تخلیه نشد، بوتین دایلیت میمونه، درست؟ بوتین که دایلیت شد، جوف دایلیت شد، وظایف سیستولش خوب میشه. بوتین این حال کوشش میکنه که کانترکشن بکنه، خود تخلیه بکنه. با هر کانترکشنی که میکنه، با هر کانترکشن دسام ابهر باید واز شوه، چون جا فشار بلند موند، درست؟ فشار در بوتین بلند موند، با هر کانترکشنی که میکنه دسام ابهر باید واز شوه. و از طرف دیگه این بوتین دایلیت اگر مایترال ریگوجیتیشن باشه، مایترال ریگوجیتیشن سرعتش زیاد میشه، مقدار زیادی خون ریگرج میکنه. پس در این صورت وقتی که مقدار زیادی خون ریگرج کرد و ایجا خود امو روتور که است، ایر ما شما سلو ساختین، به او اندازه نیست که امو دیماند بدن پورا بکنه. خود بوتین خو وقت کانترکشن نداره، کانترکشن نیزی بسیار ضعیف بود، از مجبوری ما شما اسیس دیوایس برش تطبیق کردیم. ای هم کم کم کانترکشن که میکنه، کم کم خون میره در ابهر، ای توتال آوتپوت ما شما کم میشه، درست؟ همی کم کانترکشن که میکنه، خون میره زیادتر به طرف اوزین میره. پس در این صورت در هر سیستول ابهر یک دفعه واز میشه و فانکشنال مایترال ریگوجیتیشن زیاد میشه پیش از این مریض. پس لوپ پمپ هم خطرناک است و های پمپ هم خطرناک است. به او خاطر ما شما کش میکنیم در این تصویر لو میدل و های پمپ سپید نوشته کده، مثلا در تصویر چپ که است
اونجا پمپ که ضعیف باشد خون در کانولای اینفلو کمتر میره، فشار بوتنی چپ بلند است، در پایین گراف که نشان داده لف وینترکل پرشر او بلند است، در میدل پمپ فشار بوتن یک ذره سقوط میکنه، جریان خون زیاد میشه، و در های پمپ فشار بوتن بسیار سقوط میکنه و فلو در وجود دستن ننگورتا زیاد میشه. پس بهترینش همی است که ما شما یک میدل رنج لف وینترکل اسیست دیوایس سپید داشته باشیم، سرعت یزی در اوسط باشه. بهترینش همی است که لف وینترکل سیستالیک پرشر در هر سایکل نه، در یکان سایکل در اندازه برسه که ابهر واز بکنه، در هر سایکل باید ابهر واز نشه، در یک سایکل واز شود در یک سایکل نه، در یک سایکل باید واز شود در یک سایکل واز نشه. پس اونمو یک بهترینش است که ما شما سرعت روتور بسیار زیاد نگاه نکنیم یا بسیار کم نگاه نکنیم، یا مثلا در اندازه اگر زیاد نگاه کنیم ابهر باید در سایکل واز شود، اگر بسیار اگر کم نگاهش کنیم ابهر در سایکل واز میشه، اگر سرعت تیزی رو بسیار زیاد بسازیم باز هیچ واز نمیشه. بهترین شیمی است که یگان یگان دفعه دست می ابهر واز شود، اینترمیتنت اورتیک والف اوپنینگ به وجود بیه و بوتین یک کانترکشن طبیعی خود چیزی ناچیزی داشته باشه و فشار در فشار سیستولیک در بوتین کمی بالا باشه، تا نوسان خود داشته باشه، سیستول و دیاستول فشارش کمی تفاوت بکنه، بوتین که هر کانترکشن میکنه فشار سیستولیک کمه که دیجا بالا بره. خب وقتی که ما شما میگیم که لف وینترکل لف تاتریوم فشارش پایین آمده یا انلود شده، دیجا چند کریتریا را ما شما داریم که بفهمیم که بوتین و اوزین انلود شده یا نه، اما بار اضافیش کم شده یا نشده. دیجا یکی حجم بوتین که کم شد ما شما میگیم که اما اضافه بار کم شده. دیگه ای که در مایترال در مریضایی که یک سیویر هارت فیلر داره خود زیادتر گرید سی دیاستولیس فانکشن پیشان می باشن، در گرید سی دیاستولیس فانکشن ازوال میکرالیکزیشن تایم کوتا، ای ویلیسیتی بسیار بلند، دسلریشنش کوتا، ای ویلیسیتی بلند. پس اگر ما شما فشار بوتین و فشار اوزین سقوط بتیم، ای گرید سی باید به گرید یک تبدیل شود یا به طرف نرمال بیه، درست؟ اگر این فیگورشن ازی تغییر کرد ما شما میگیم که اضافه بار بوتین چپ و زین چپ کم ساختیم. اگر فکرتان باشه در دیاستول دیسفانکشن ما شما ریورزیبل ریستریکتیف پترن داشتیم، ای ریورزیبل ریستریکتیف پترن داشتیم و ای رو گفته بودیم که این موجی ای که بلند میره از خاطر فشار بلند اوزین است، اینجا فشار اوزین بسیار بلند میباشه که موجه به شکل رسم میشه. اگر ما شما مناوره والسالوا بتیم بر مریض یا فشار اوزین کم بسازیم بازی موجه تبدیل میشه یا با گرید دو یا با گرید یک، نظر به اینکه چقدر ما شما فشار اوزین تغییر دادیم. پس اینجا که تغییر به وجود آمد اضافه بار کم شده، اگر تغییر نامد با معنی ایزی که سپیدت کم است، شما خوب تخلیه نکدین بوتین اوزین خوب تخلیه نکدین. و دیگه علائمش این است که وقتی که شما انلود میکنین یا اضافه بار کم میسازین در دایمنشن بوتین فرق میه، مثلا بوتین به این اندازه است باید سایزش کوچک شوه، سایز اوزین و بوتین اردوش باید کوچک شوه. اینی مایترال ریگرجی که دیجه است، مایترال ریگرجی که است این باید مقدارش کم شوه در صورتی که شما اضافه بار کم کرده باشین و انتر وینترکولر سپتوم باید به جای شود. در حالت که مریض در عدم کفایه بوتین چپ است در این صورت بوتین به این شکل می باشه، اینی انتر وینترکول سپتوم به طرف بوتین راست
پرشدگی می باشن. اگر ای اضافه بار بطین چپ ما شما کم بسازیم، این انتر اتریال و انتر وینتریکول سپتوم باید در جایش به این دیجا باید به این باید به شکل به. اگر انتر وینتریکول سپتوم انتر اتریال سپتوم آمد به طرف بطین چپ این رقم با منازی است که ما شما بطین چپ زیاد تخلیه کردیم، درست؟ سپید روتور ما شما بسیار زیاد است. بسیار مناسبش همی است که انتر وینتریکول سپتوم و انتر اتریال سپتوم دالت خونسا باشد، دالت وسطی باشد. خب اورتیک والف اوپنینگ خود ما شما گفتیم که وابسته به این است که کانترکتیلیتی بوتین چقدر است. بوتین خوب کانترکشن میکنه که فشار سیستولیکی که زیاد شود یا واز شود یا نمیکنه، درست؟ و سپید از این روتور ما شما چقدر است. سپید ازی که زیاد باشه ای بند میمونه دوامدار، سپید ازی که کم باشه ایجا حجم زیاد میمونه، در هر سایکل باید ای واز شود. خب تغییرات تاثیرات هیمودینامیک بوتین چپ یا لفت وینتریکل اسیست دیوایس بالای بوتین راست چی است؟ اگر یعنی مثلا طرف بوتین چپ است یا طرف بوتین راست، ای پولمونری آرتری، پولمونری وین و ای می پولمونری وین بازده اوزین چپ تخلیه میشه، درست؟ وقتی که توسط لفت وینتریکل اسیست دیوایس ما شما جاف بوتین چپ تخلیه کردیم، کاهش دادیم، فشار اوزین چپ پایین می، فشار که پایین آمد پولمونری وین فشارش پایین می، پولمونری کپیلری فشارش پایین می و پولمونری آرتری فشارش سقوط میکنه، چون از این طرف تخلیه کردیم، درست؟ پس کار بوتین راست یک ذره آسان میشه. پولمونری واسکولار رزیستنس پایین می، کار بوتین راست کمتر میشه. سابق پریلود بوتین راست کم بود، آلیج اسیس دیوایس یک ذره خون زیاد میگیره از بوتین چپ به طرف راست در سیستم پمپ میکنه، پس از اینجا خون زیاد می، مقدار زیاد خون آوتپوت بوتین راست زیادتر میشه، خوب میشه. اگر ما شما این بوتین چپ زیاد تخلیه کنیم باز اون مسئله پیشتر بود. امی جنجال سکشن کسکاد میگن که شما اینجا زیاد سکشن کنین بوتین چپ، بوتین راست باز دایلیت میشه و سیستولش خراب میشه و تراکس پرگوجیتیشن زیاد میشه، سکشن کسکاد میگن. خب اگر اینطور باشه که و پریلود بوتین چپ به خاطر خراب باشه که مریض یک پولمونری هایپرتنشن داره سابقه، یک مریض سی او پی دی است، یا اینجا مریض پولمونری استنوز داره، آوتپوت بوتین راست کم است، یا شراین یا اینجا یک پولمونری ترومبویمبولیزم است، فلو پولمونری آرتری خراب است، این پولمونری وین فلوی را که میاره ای کمتر میاره، پریلود بوتین چپ خراب است. در این حالات میگه شما اگر بخواین که سرعت موتورتان زیاد بسازین، امی روتور ای را زیاد بسازین، ای غیر از اینکه جنجال پیش کنه فایده نمیکنه، خاطر از اینکه مانع است، ایجا جنجال است. اول میگه اینیا را رد بکنین که پولمونری ترومبویمبولیزم نداری، پولمونری والف استنوز نداری یعنی، و این پولمونری واسکولار رزیستنس یا مریضایی که سی او پی دی داره در اونا به صورت دوامدار پولمونری واسکولار رزیستنس موجود نیست. در اون صورت باز اگر شما سپید زیاد بسازین پریلود بوتین چپ یک چیز خوب خواهد شد. رول ایکو در ارزیابی لفت وینتریکل اسیست دیوایس چی است؟ ما شما برای لفت وینتریکل اسیست دیوایس هم پری اپراتیف ایوالویشن کرده میتونیم، هم پوست اپراتیف و بعد از عملیات انستیبلیتی که پیدا میشه
او را تشخیص کنه میتونیم و به صورت دوامدار اینمی لف انترکلاسیس دیوائس هم منیتورینگ کنه میتونیم که کار خود صحیح میکنه یا نمیکنه. در پری اپراتیف اول خود شما مریض برای لف انترکلاسیس دیوائس انتخاب کنه میتونیم. کدام مریض کانترکتیلیتیش به اندازه ضعیف است که دیگه خودش توانمندی زیره نداره که اموستروک والیوم تامین بکنه برای مریض، درست؟ برای لف انتریکل اسس دیوایس یا برای کاردیک ترانسپلانتیشن خب شما زیاتر مریض را روان میکنیم که سیستولیک فانکشن بسیار زیاد خراب باشه، مریض دهنده که حرکت یا گسرت تنفس داره، مریض زندگی روزمره خود پیدا که پیش بردن نمیتونه، اما کارهای بسیار عادی و دیگه که تشناب رفتن و چیز است و مسرت تنفس پیدا میکنه، دل لباس پوشیدن ده چیزا، مریض دیگه خطر مرگش بسیار قریب الوقوع است از خاطر از سیستولیک فانکشن. پس این ما شما تشخیص کرده میتونیم، ایجکشن فرکشن برای مریض ها سنجیده میتونیم که چقدر است، سایز بوتین چپ سنجیده میتونیم که چقدر است، کانترکتیلیتی اپکس دیده میتونیم که کانترکشن داره نداره، درست؟ اگر دیدیم که کانترکتیلیتی اپکس بسیار خراب است، سیستول بیخی ضعیف است و سایز اجواف بسیار دایلیت است، پس این مریض ما شما انتخاب کرده میتونیم که برای لف انتریکل اسس دیوایس یک مریض مناسب است. یک دومی که برای ازی که شما مثلا در لف انتریکل اسس دیوایس میمانین باید طرف راست قلب جور باشه، مثلا شما پلمونری استنوز ندارین دیجا، وقتی که شما ایجا سکشن شروع میکنین ایجریان باید سرعت پیدا بکنه، از این طرف باید بیه، پلمونری استنوز نیست، کدام لارج پلمونری ترومبوئمبولیزم نداری، شراین پلمونر واز است، رزیستانسی زیاد نداره، مثلا یک مریضی است که سی او پی دی داره، کل ریزی تخریب شده، نه کپیلارا کلش تخریب شده، دوج پلمونری واز کل رزیستنس بسیار بالاست، اگر شما اجازه وظایف بوتین چپ خوب بسازین خوی ضرورت داره که از این طرف خو فلو باید بیه، در این صورت فلو نمی از این طرف به خاطر اینکه نیمی کپیلارای که از پلمونری آرتریس او تخریب شده، او تخریب شده، پلمونری واسکولار ریزیستنس مثلا مریض پلمونری هایپرتنشن است، فشار پلمونری آرتری 80 و 90 و 100 است، درست؟ برای ازی که شما اگه بوتین چپ وظایفش جور هم بسازی بوتین راست جور نیست وظایفش، اینی مریض ما شما اول باید پیش از عملیات ارزیابی بکنیم که پلمونری پرشار با کدام اندازه است. خب ما شما پیشتر گفتیم که اگر ما شما فشار بوتین چپ پایین کنیم سکشن کنیم میره فشار اوزن پایین میره، فشار پلمونری وین پلمونری کپیلری و پلمونری آرتری، مگر می یک حدود داره دیگه، اینطور نمیشه که فشار پلمونری آرتری 100 باشه و رو برتی چیز کنه، بسیار سقوط بده، دا کرونیک پلمونری هایپرتنشن باز دا جدارای پلمونری آرتری فایبروز تاسیس میکنه، باز با سنی فشارش سقوط نمیکنه، پس اما استرخای خود کده نمیتونه. و وظایف بوتین راست چطور است؟ اگه اینطور باشه که بوتین راست مثلا این فرکشن باشه، اسکیمی باشه، عضله نکروز کرده باشه، شما این طرف که جور کردید بوتین راست هیچ وقت فانکشنش خود جور نمیشه، با وجود از اینکه آفترلود برش کم ساختین برای بوتین راست. به این خاطر است که پری اپراتیو ایوالویشن که است ما شما وظایف بوتین چپم ارزیابی میکنیم، انتخاب میکنیم که نمی مریض مساعد است برای لف انتریکل اسس دیوایس یعنی، و وظایف بوتین راست هم ارزیابی میکنیم که وقتی که ما شما ایجا اسس دیوایس تطبیق کردیم بوتین راست همی توانمندی را داره که کمک بکنه یا نداره. خب برای وظایف بوتین راست اما فرکشنال ایریا چنج هم شما میسنجیم، درست؟ که چقدر است؟ ایجکشن فرکشنش هم میسنجیم، ترکاس پرگوجیتیشن هم میبینیم که چقدر است، درست؟ و سایزش هم میسنجیم، طول و عرضش هم میسنجیم که چقدر است، در تیش دوپلر ازبر ویلوسیتی رو میسنجیم و لانگیتودینال سترین هم پیش میسنجیم که چطور است. این برای وظیف سیستولی که بوتین یکی مریض هایی که اورتیک رگوجیتیشن داره، مریض هایی که اورتیک رگوجیتیشن داره بعد از اینکه ما شما اسیس دیوایس برای مریض تطبیق هم کردیم انظار از این مریض خراب است. به خاطر چی خراب است؟ به خاطر از اینکه شما از بوتین چپ خون سکشن میکنین، پا
پمپش میکنین در سن نگه ارتا در اینجا که می از اینجا پس میاده بوتنی چپ درست؟ پس خونی که در سیستم میره کم میره در اینجا شما مجبور استین که سرعت از روتور زیاد بسازین پمپ بسیار زیاد بسازین که این خونی که از این طرف آمده یا از این طرف آمده کلش باز بگیره اینجا پمپ کنه اینجا که در اینجا پمپ میکنه باز اینجا پس میه پس شما هر قدر کوشش که میکنین باز هم سیستمیک فلویتون کم میبره به خاطر مریضایی که یک سیویر آورتیک ریگورجیتیشن داره و شما میخواین برای ازو لفت ونتریکل اسیست دیوایس تطبیق بکنین از هیچ کده خوب است مگر منظورش و قدر خوب نیست مثل که مریضای دیگه که آورتیک ریگورجیتیشن نداره در مریضایی که پتن فورامین اوال داره در این مریضا پیش از عمل جرایی فشار بطین چپ و زین چپ بلند است اینجا یک left to right شان داری دی رقم اگر atrial septal defect باشه یا patent foramen oval باشه درست left to right شان داری اینجا فشار بلند شده وقتی که بطین چپ سکشن میشه باز خب فشار او طرف زیاد میشه فشار طرف راست زیاد میشه این یعنی تر atrial septum این طرف میه باز ایشان معکوس میشه right to left میشه درست و قدر حرزش نداره خب مطلب امیست که میگه شما یک دفعه ببینین که اگه پیش از عمل جرایی left to right بود بعد از این ما شما میبینین که بوتین ها چقدر انلود شدن مثل که پیشتر گفتیم یعنی اگر با اندازه مناسب انلود شوه اینجا انترونتریکول سپتوم باید وسط به جوف باید یک کمی کانترکشن داشته باشه و دیاگون سیستول دستام یبهر باید واز شوه درست؟ بعد از عمل جرایی باز ما شما ایره یک ارزیابی میکنیم رایت وینتریکل فانکشن و ترایکس پرگوژیتیشن پیش مریضا میبینیم بخاطر از این جنجاله که اگر سرعت چی زیاد باشه سرعت موتور زیاد باشه یا کم باشه نظر به دریافته که داشتیم او را ارزیابی میکنیم که چطور است خب در مریضایی که عملیات میشن باز ما شما یک توتال اوتپوت قلب هم میبینیم که چقدر است مثلا بطین چپ هم یکان سیستول میکنه یکان مقدار خون از این طرف هم میه یک چیزی خون از اوتفلو پمپ میه هر دوی زیر که جمع کنی توتال اوتفلو چقدر است البته توتال اوتفلو را ما شما به وزی ازی که در اصل نگورتا ارزی بکنیم این را میشه که در دسام ترایکسپید یا دسام پلمونه را ارزیابی بکنیم توتال اوت فلور بخاطر اینکه اوجه خون مجموعی کلش میه امی خونی که از بطین مستقیم رفته در شریان و هم خونی که از طریق پمپ آمده در سن نگورتا ریخته ایره ما شما ارزیابی کده میتونیم که چقدر از فلو امو فرمولی که نوشته کدم فرمول استروک والیوم است کراس سکشنال ایریا ضرب تی وی آی ایره سنجیده میتونیم بعد از او که چطور است این فلو کانولا را ما شما ارزیابی کرده میتونیم در اینجا خونی که در داخل کانولا میره از بطین اینی سرعت ما شما سنجیده میتونیم که به چی سرعت کانولا کش میکنه سکشن میکنه این سرعت باید از 2 متر پر سکند یا زیادتر وقتا از 1.5 متر پر سکند باید کم باشه این سرعت و این جریان باید یک طرفه باشه اینطور باید بره ایتونه که از کانولا داخل بطین بیه او که از کانولا داخل بطین بیه بمانه که فنکشن موتور خراب شده یا اگر سرعت در اینجا زیاد شد بمانه که اینجا تزایق پیدا شده بعضی اوقات مثلا یک کلات میه در اینجا دمیوری کانولا را میگیره کلات اینجا تشکل میکنه کانولا را بند میسازه درست؟ اینی چیزها را ما شما مثلا کلات دیده میتونیم که در پولی کانولا کدام کلات خونه است یکی دوم سپید ازیر سنجیده میتونیم در کانتینیوس ویو دوپلر که چقدر سرعت داره باید از 1.5 متر پر سکند یا از 2 متر پر سکند از اکثرش باید کم باشه
و کالر دوپلر را که میندازیم اینجا باید یک توربیننس شدید باید ایجاد نباشه، فلو نرمال باید جریان داشته باشه. این فلو کانولا را ما شما ارزیابی کرده میتونیم البته در اپیکال فور چمبر و اپیکال تو چمبر در یا در پاراسترن لانگ اکسس دی قسمت ها ما شما ارزیابی میکنیم و اوت فلو کانولا را ما شما ارزیابی کرده میتونیم، یعنی کانولایی که در اصل ننگورتا تخلیه شده. ایرام شما میتونید که کتی کانتینیوس ویو دوپلر یا پالس ویو دوپلر ای سرعت ببینید که چقدر است. در اینجا سرعت باید از نیم متر تا دو متر پر سیکند باشه، یعنی از دو متر باید کم باشه سرعت. اگر از دو متر زیاد باشه امو تضعیق نشان میده و اگر هیچ فلو نداشته باشی با معنی که کانولایت بند شده، درست؟ و فلو رو هم در اینجا سنجیده میتونیم امی حجمه که از کانولا ای چیز میره داخل اسندنگ اورتا میره. خب البته این فلو و قدر اگر مشکلات بار بیاره ما شما نتانیم در کانولا استروک ولیوم تعیین بکنیم، باز بهتر شمی است که ما شما در قسمت یک ذره بالاتر در اینجا باز دیامتر بگیریم در اسندنگ اورتا. اینجا خو هر دو خون میه، هم از بوتین هم از کانولا هر دوش دیجه میه. اینجا باز در پلس ویو دوپلر ما شما توتال فلو را تعیین بکنیم که استروک ولیوم در مجموع چقدر است و ای جریانی که دیجه است ای باید یونی دایرکشنال باشه، بو طرف باشه. این لفنتریکل اسس دیوایس ها که است اینا ای چیز نیستی تو به حساب نبزانی پمپ نمیکنه، مثل که واتر پمپ دوام چالان کنی دوامدار هم یک فلو داره، دوامدار فلو داره. این فلویش ما شما باید ببینیم که چقدر است و یک طرفه باید باشه، وقفه باید نباشه در بینش. خب اگر بعد از عملیات مریض حالتش وخیم شد، حالتش خراب شد، چند گپ دیگه موجود است. یکی که اعراض هایپوولیمیا است، مریض هایپوولیمیک شده یا اکوت رایت ونتریکل دیس فانکشن پیدا کرده یا کدام پلمونری ترومبوئمبولیزم پیدا کرده یا کاردیاک تامپونات پیدا کرده یا لیف ونتریکل اسیس دیوایس دیس فانکشن پیدا کرده. خب در مریضی که هایپوولیمیا پیدا میکنه اجوف کوچک میشه، هایپر کانترکتیلیتی پیدا میکنه. در مریضی که شما دیهایدریشن میبینید در اوج جوف کوچک و کانترکتیلیتیش زیاد، یک جدار ده دیگه جدار میخوره چون جوف خالی است، مایع نیست. وینا که وین فیرور که میبینی وینا که وین فیرور هم کلاپس است. و اگر مریض رایت وینتریکل دیس فانکشن پیدا بکنه، دا رایت وینتریکل دیس فانکشن دا مریضی که شما اسیس دیوایس دا لیف وینتریکل تطبیق کردین، یک خام مسئله ساکشن کاسکاد بود که ما شما بوتین چپ زیاد تخلیه کردیم، اینترونتریکول سپتوم به این طرف پشت شده بود و در اینجا وظایف سیستولیک بطین راست خراب شد، ریگوجیتیشن دسامیتر کسپید پیدا شده بود، درست؟ اینی آلت میتونه که نمایندگی ازی بکنه که رایت ونتریکل دسفنکشن پیدا کرده که جوف دایلیت باشه، اینترونتریکول سپتوم زیاد پشت شده باشه به طرف چپ، وظایف سیستولیکش خراب باشه و ترکسپ ریگوجیتیشن زیاد باشه. پلمونری امبولیزم در اون بخش سی او پی دی ما شما خواندیم که در اوج وقتی که پلمونری ترومبیمبولیزم به وجود میه باز رایت وینتریکل هم قدر دایلیت میشه، سیستولش خراب، پلمونری پرشر ما شما زیاد میبینیم. یکی بلیدنگ و تامپوناد است که بعد از تطبیق کانولا به وجود میه. کانولا را که شما میزنید خب در لفت وینتریکل هم که میزنید باید پریکارد شق شود در اوج زده شود، درست؟ و اینی اصلا نگه ورتام توسط پیریکارد پوشانده شده. این کانولا رو که دیجا میزنیم اگر در نیمی قسمت ها یک لیکاش به وجود بیده جایی که شما دخت کردین یا دیجا یا دیجا، پس مریض تیز و تامپونات میره و مریض مجبور پس تیز واز بکنین اثر ترمیمش بکنین. 40% مریضا میگه بعد از عملیات بلیدنگ تجربه میکنن، خونریزی را 40%شان. 20% از این مریضا در تامپونات میره که باز باید واز شوه، یعنی اختلالاتش زیاد است از این میلی فنتریکل اسیس دیوایس که ما شما تطبیق میکنیم. به او خاطر برای از این متوجه میباشیم که بعد از عملیات مریض اگر تامپونات جور میکنه عاجل روانش کنیم پس برای جاری که او را پس
ترمیم بکنم. بعضی اوقات دی کانولا ترومب تحسس میکنه، مثلا اینجا ترومب آمد کانولایت بند ساخت، یا این است که اینی خود کانولایت قاط شده بند شده، مثل لینی سیروم که اگه اونجای قاط میشه بندش پیدا میکنه، میتونه یک قاط شدگی پیدا کرده باشه و ابسترکشن پیدا کنه، یا این است که خود موتورت خراب شده، موتور دور نمیخوره این خراب شده. در این صورت اگه این کار باشه باز بوتین چپ تخلیه نمیشه، درست؟ بوتین چپ دایلیت میمونه، مایترال ریگوجیتیشن زیاد میشه، مثل همین حالتی که پیش ازی که شما لف انترکل اسیس دیوایس تطبیق کرده باشین گریدی سی دیاستول از فانکشن است، پیش سیستول خراب است و در هر سایکل دستام یپ هر واز میشه. خب به این خاطر است که ما شما لف انترکل اسیس دیوایس که تطبیق میکنیم باز مراقب می باشیم وقتی که سپید از طریق از رگولاتوری که داره از روی ازو سپید ما شما تعیین میکنیم و دیگه مواظب می باشیم که سپید اگه زیاد شد، بسیار زیاد شد چی گپ میشه، اگه کم باشه چی گپ میشه. پس ما شما اوج سپید که عیار میسازیم اورتیک والف اوپنینگ باید یگان دفعه واز شوه، اورتیک والف اینترونترکول سپتوم اینتراتریال سپتوم باید در وسط باشه، در وسط یار دو جوف و فلو پلساتیلیتی در اوت فلو کانولا باید باشه. یعنی دیجا ما شما که میبینیم در سندنگ اورتا دیجا سیستول کتی دیاستول کما که فلو باید تغییر بکنه. ایره در لکچر دیگه گفتیم که اینمی تغییر نبازان یا تغییر فلو به انساج بسیار حیاتی است، نظر به اینکه دوامدار با مو یک جریان خون موجود باشه، با مو یک فشار خون موجود باشه در انساج. از او کده میگه که منبزانی باشه فشار دیاستول و سیستول کمی تفاوت بکنه او تو بهتر میه، بهتر میه. به او خاطر پلسیتیلیتی رو شما میبینیم که باید موجود باشه، اگر نباشه مشکل ایجاد میکنه و پلسیتیلیتی وقتی از بین میره که شما سپید زیاد بسازین، روتور بسیار زیاد بسازین، بازم پلسیتیلیتی از بین میره. تراکس برگوجیتیشن ویلیستی رو میبینیم که او خو زیاد نشه باید و رایت اتریال پریشار رو میبینیم، توتال کاردیک آوتپوت و این دیاستولیک چمبر سایز رو میبینیم، مترال رگوجیتیشن رو میبینیم که چطور است در پیش از این مریضا. دیگه سرعت اگر زیاد ساختیم هم کمپلیکیشن هایش که سکشن ایونت است، آر بی سی، هیمولایز است، اکوارد ویلبراند دیزیز است، کمیسیور فیوژن در دسامی اپر گفتیم هنی و این ارگان انجری دو تو نن فیزیولوژیک نن پلساتایل سرکولیشن که این پلسیشن نداره، درست؟ و دوامدار دسامی اپر که بند من در اینجا تروم تشکل میکنه، یک کمپلیکشن هایش هست. خب چی وقت ما شما امی لیف انتریکل اسیس دیوایس ها ریموف میکنیم پس میکشه میشه؟ اگر مریض جوان باشه و از هارت فیلرش و قدر زیاد وقت تیر نشده باشه، دی وقتا در هارت فیلر رفته باشه، ما شما اینجا که لیف انتریکل اسیس دیوایس تطبیق کردیم بعضی اوقات تر میشه که این بوتین وابسته به الاستیکیتش وابسته به ایست که چقدر انلود میشه، هر قدر که زیاد پر شوه باز الاستیکیتش از بین میره. مثلا شما یک توپه زیاد اوا بتین که زیاد پوندید دو وقت باز الاستیکیت نداره، اگه کم هوا بدیش باز کم داخل و بیرون رفته میتونه، درست؟ الاستیکیت مایکارد وابسته به این است که لود بوتین چقدر است. ایره که ما شما یک ذره سکشن میکنیم لود ازی که کم میشه باز کم که الاستیکیت خود پیدا میکنه، آیسته آیسته باز وظایف سیستولیک که پیش ازی خوب میشه، درست؟ وقتی که دیدی که وظایف سیستولیک پس خوب شد، چمبر سایز کوچک شد، البته که باید کوچک شد، ما شما خود سکشن کرده میریم، چمبر خود جمع کرد خوب شد، مترال لیگوجیتیشن کم شد و دیاستول خوب شد، سیستول خوب شد، باز میشه ما شما اسیس دیوایس خود پس دور کنیم. اگر نه در مریضایی که اولدیج هستن به صورت دوامدار اموت فیلر داره، اونا باز چانسشان و قدر نیست که وظایف بوتینات پس خوب شد و باز ما شما اسیس دیوایس از پیش شروع کنیم، بدون اسیس دیوایس اینا زندگی کرده بتانن. زیادتر اونا دیگه منتظر می باشن برای ترانسپلانتیشن منتظر می باشن.
در مریضایی که با ترانسپلانت میرن، اونایی که با ترانسپلانت میرن، اول خو ای است که امو میتود سرجری را ما شما باید بفهمیم که بای اتریال ریزکشن است یا بای کول است، درست؟ جراب امو میتود جراب را باید بفهمیم که اینا چی کار میکنن، کدام قسمت قطع کردن، درست؟ مثلا اگر اینطور باشه که در ترانسپلانتیشن مثلا این وینه که به سپیرور است، این وینه که به انفیرور است، اینجا چهار تا پلمونری وین داریم، اگر این رقم کده باشه که این قسمت قلب از مریض دور بکنن و بای اتریال ریزکشن است، درست؟ و قلب دونور را دمیق اما قدر قطع کده بیاره که تیزی وزن ایجا پیوان بزنه در اینجا ما شما مجای دوخته باید ببینیم که چطور است، درست؟ در این صورت باز وزنات یک ذره دایلیت معلوم میشه، خود نیمی وزن از خود مریض مونده، نیمیش از مریض دیگه آمده، از دونور آمده، باز وزناتی تو دایلیت معلوم میشه. مطلب از این که امو سرجیکال تکنیک باید بفهمی که اینو چی کردن، در کجا عملیه را اجرا کردن و ما باید کجا را ارزیابی کنم کدام جنجال جور نشده باشه. یک دیگه ای که امو دونور قلب دونور ما شما باید ارزیابی بکنیم، ما شما خود قلب میاریم برای ازی پیوند میکنیم که یک ذره زندگی کنه، اگر اینطور باشه که یک مریض باشه که او خودش قلبش خراب است، یعنی یک جای تکر شده، یک با وجود اینکه یک بچه جوان است، او را میارن سرش صدمه دیده دیگه چانس زندگی نداره، قلب زیر یک بیرگه با او دیگه، یک دفعه باید قلب ببینی که این مریض سابقه دلیت کاردیومیوپاتی نداشته باشه، کدام جنجال دیگه نباشه، درست؟ به اون خاطر قلب دونور را باید ارزیابی بکنیم که این قلب جور باشه که باز برزی بیاری برزی مریض دیگه پرتی. در مریض هایی که ترانسپلانت اجرا میشه پیششان، در پیش از این مریض ها اجکشن فرکشن اکثرا کمتر است از مریض های نرمال کده، درست؟ مثلا یک نارمال اجکشن فرکشن ما شما 55% داریم، درست؟ از یک قلب دیگه که ترانسپلانت کردیم، از این قلب ترانسپلانت باز توقع نداشته باشین که 60% 70% برای اجکشن فرکشن بساز، اکثرا کم می باشه 40% 45% 35%، اما قدر که مریض میگردانه، و مریضایی که ترانسپلانت میشه یا خب با سی توکسیک اجنت میگیرن و خودشون کاردیک دپرسانت هستن، به او خاطر اجکشن فرکشن پیش از این مریض که ترانسپلانت شده پایین است، یک ذره گلوبال لانگیتودینال استرین زیاد پایین است پیششان، و رایت وینتریکال هم تو دایلیت شاید باشه پیششان، برای دیر وقت این تا 15 سال امکان داره میگه رایت وینتریکال هم تو دایلیت باشه، و فرکشنال ایریا چینج برای وظیف سیستولی که بوتین راست که سنجش میکنیم، فرکشنال ایریا چینج و تپس است و در تیش دوپلر سیستالیک ویوس یا ازابر اینا یا گلوبال لانگیتودینال استرین پیش از این مریضا تا زیاد وقت پایین میمونه. خب البته میگه وقتی که ترانسپلانتیشن با اجرا شد 6 ماه بعد از ترانسپلانتیشن شما یک ارزیابی بکنین قلبه در مجموع هیمودینامیکش، چمبر سایزش، دساماره، کل چیزا رو اگر زیب بکنین، امور یک بیزلاین قبول بکنین، بعد از او باز اگر تغییرات با وجود میه که باز ایر بعدیش باز کتزینی مقایسه بکنیم، یا مونی فنگر پرنت ما شماست 6 ماه بعد یک بیزیک استادی میکنیم، بازی رو نگاه میکنیم پیش خود، هر مرتبه که مریض بعد از او میه یک سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد میه باز کتزی باز یک مقایسهش میکنیم.